من بدون سویا نمیتونم زندگی کنم رفیق. دارم فکر میکنم کاش من اصلا خواننده نبودم، دستمو میبردم جلو و زویا رو به دست میآوردم. اینا همش حرف رفیق، ولی حرف حساب نیست. به حرف من گوش کن. ولی چقدر خوب میشد، اینقدرم تلاش برای خواننده شدن نمیکردم. رفیق بس کن بابا، با حرف قسمتت عوض نمیشه. وقتی میخواستی خواننده بشی هیچی نداشته، هیچی. بابا تو جیبت انقدر پول نبود بتونی یه نون بخری. امروز قسمت باهات انقدر یار بوده که چیزایی که حتی یه روز تو خوابت هم نمیدیدی و داری. بابا از وقتت، از قسمتت استفاده کن. قسمت کجا بود؟ اگه تو زندگیم چیزی هست فقط همین زویا است، و اگه زویا نباشه چیز دیگه هم نیست، همه چی پوچه. خب با عمو صحبت کن ببین چی میشه. من مطمئنم اون حتما حرفتو گوش میده. حس میکنم الان خیلی بیچاره و درمونده شدم. ببین زویا جون، باید همت داشته باشی، بعدش هم همچین حرفایی رو حتما میشنوی. با مامانم حرف زدم ولی قبول نمیکنه. تو باید تلاشتو بکنی. جنید به خاطرت از همه چی گذشتی. تو که میدونی من همیشه مراقب آبروی پدر و مادرم بودم. نمیتونم ناراحتشون کنم. ببین خاله که هیچ وقت طرفداری تو نمیکنه. تو برو با داداش معین و عمو صحبت کن باشه؟ داداش معین؟ همون با هم لج افتاده. اون بود که اول به هم تهمت زد. بعدش چی بهش بگم؟ ولی سویا چرا اینطوری میکنه؟ با این کارا چی گیرش میاد ها؟ نمیدونم چی گیرش میاد، ولی امروز جلوی مامان بابام هرچی از دهنش در اومد به هم گفت. ببین خاله عصبانی شده ولی ظاهرشه که سخت گیره. من میشناسمش، دلش خیلی پاکه. یه بار دیگه با خاله حرف بزن. ببین اگه خاله و عمو قبول کنن دیگه داداش مویی نمیتونه کاری کنه. آره دارم بهش فکر میکنم، ولی خواهشان تو هم با جنید حرف بزن، بگو فعلا به هم سنگ نزنه. بهش بگو کاری نکنه که باعث شرمندگی من بشه. ولی زویا اون به حرف خودت اومد خونتون خواستگاری، داره میگی تقصیر اونه؟ ببین لطفاً برام دعا کن قبول کنن باشه، لطفاً. خدا خودش درست میکنه، تو خیلی ناراحت نباش. باشه برو، بعدن دوباره به زنگ میزنه. خدافظ.